کشاورزان معترض فرانسوی روز یکشنبه با بستن بزرگراه‌های مرزی آلمان و فرانسه به بازرسی کامیون‌های حامل محصولات دامی و کشاورزی پرداخته و از ورود آنها به خاک فرانسه جلوگیری کردند. محصولات آلمانی با بسته‌بندی فرانسوی بدون هیچ نشان تجاری. بدتر از این ممکن نیست. برای خرید سبزیجات می‌روی و فکر می‌کنی محصول محلی را می‌خری، اما واقعاً معلوم نیست اینها محصول کجاست. همچنین گروه دیگری از معترضان فرانسوی بزرگراه‌های ارتباطی فرانسه و اسپانیا را مسدود کرده و به تخلیه بار کامیون‌های حامل میوه و سبزیجات اقدام کردند. کشاورزان و دامداران فرانسوی در مقایسه با همکارانشان در کشورهای همسایه باید استانداردهای بالاتری را رعایت کنند و مالیات بیشتری بپردازند. قوانین و مقررات فرانسه و اسپانیا یکسان نیست. به همین خاطر این محصولات در کشورهای همسایه ارزان‌تر و البته با کیفیت پایین‌تر تولید می‌شوند. هفته گذشته دولت فرانسه از تخصیص بودجه 600 میلیون یورویی برای کمک به کشاورزان و دامداران این کشور خبر داد. با این حال این اقدام هم مانع از ادامه اعتراضات آنان نشده است.